أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تحصنت بذي الملك والملكوت واستعنت بذي العزة والعظمة والجبروت توكلت على الحي الذي لا يموت نحمده ونستعينه ونستغفره ونشكره ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد. اللهم صل صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا ولا سيما على سيدنا وسندنا وإمامنا مولانا ومولى الكون الحجة ابن الحسن المهدي عجل الله تعالى فرجا صاحب أزا كجاي گویم سرت سلام صاحب عزا کجایی گویم سرت سلام کی می شود بیایی گویم سلامت سلامت ای آفتاب زهرا کی شام تار ما چون صبح دم نمایی گویم سرت سلامت یا ابن الحسن کجایی من آمدم گدایی ابن الحسن کجایی من آمدم گدایی کی شود بیایی در صبح آشنایی
ای جلوه خدای گویم سلط سلامت در ماتم ازایم مولا حسین نشستی ای یار کربلایی گویم سلط سلامت ابن الحسن کجایی من آمدم گدایی یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن یا ابن الحسن اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذا الساعة وفي كل ساعة وليا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها تبيلا قال الله تبارك وتعالى في محكم كتاب الكريم إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا هدیه به پیشگاه ملکوتی امام زمان سلامتی و تعجیل در فرج حضرت آمرزش و مغفرت اموات اموات جمع حاضر اموات بانیان محفل و بنا همچنین جهت شادی روح ارواح طیبه شهدا خصوصا شهدای مظلوم کشورمان افغانستان مؤمنینی که سالیان قبل در جمع ما حاضر بودند امسال سر به تیره خاک گذاشتن صلواتی اهدا کنید. عصر امروز حسین ابن علی علیه السلام مشاهده می کند تحرکاتی در سپاه عمر سعد رقم می خورد، نظم جنگی به خودشان می گیرند، به طبل جنگ نواخته می شود. امام حسین سپه سالار سپاه خیش ابوالفضل العباس رو می خواهد و از او می طلبد اطلاعاتی کسب کند تا علت و چرایی این تحرکات معلوم گردد. ابوالفضل العباس بعد از جستجو کردن و کسب آگاهی محضر حضرت مشرف و عرضه داشت حسین جان این جماعت کوفی قصد جنگ دارند و میخواهند امروز عصر کار رو یکسره کنند، شمشیرهای بران خودش را برای ذبح عظیمی در کربلا آماده کردند. همون قلمهایی که نامه‌ای برای حسین ابن علی با امضاهای متعدد نوشته و فرستاده شده بود متاسفانه همان قلم ها تبدیل به خنجر شد
و همانها که نامه نوشتن حسین رواق منظر چشم ماشیانه توست، کرم نما و فرودا که خانه خانه توست، چنین دعوت کنندگانی در قامت دشمن دارن خودنمایی میکنن و کار رو به جایی رساندن که از آب هم مزایقه کردند. کوفیان خوش داشتند حرمت مهمان کربلا، آمد و گفت برادر جان اینا قصد جنگیدن دارن. حالا نها کنید، اگر عصر امروز یعنی روز نهم محرم امام حسین با سپاه عمر سعد می جنگید، اولا سختی کمتری نسبت به فردا تحمل میکرد چون عصر بود، اون تابش مستقیم خورشید تمام شده بود، او زهر آفتاب گرفته شده بود، حرارتی که در اوج آفتاب عصر گرمای ظهر دیده میشه در عصر نیست. از طرف امام حسین علیه السلام و اصحاب و خانواده و یاران با وفایش اگر عصر امروز شهید می شدن قطعا تشنگی کمتری رو متحمل می شدن، ذخیره آب تمام شده بود، دیگه لازم نبود حداقل 20 یا 20 و چند ساعت دیگر هم باز تشنگی رو تحمل کنه. امروز که کارش تمام می شد به شهادت می رسید، سر خون خدا رو سر سر الله رو در گودال قتلگاه جدا می کردن، دیگه این زهر و این بفرمایید تلخی هم از بین می رفت و از همه بالاتر. مرگ در دیدگاه حسین ابن علی علیه السلام می تواند نوید بخش دست یافتن به یک زندگی پایدار جاودانه در سرای آخرت بوده باشد. قطعا شهادت می تواند حسین رو به لقاء الله برساند که یا ایها الناس انک کادحا الی ربک کدحا فملاقی. امام حسین علیه السلام وقتی که به شهادت می رسید اگرچه که در گودال قتلگاه بود اما یقین کنید که مهمان جدش رسول الله می شد. امام حسین علیه السلام با قربانی شدن در گودال قتلگاه به میهمانی مادرش فاطمه می شتافت، میهمان پدرش امیرالمؤمنین و برادرش حسن مجتبی می شد. از همه این برتر و بالاتر حسین به پیشگاه الهی مهمان می شد. حسین کسی بود که از قبل آیه در شأن او نازل می شود، در حقیقت او این آیه قابل تطبیق است که یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. همچی که سر از تنش جدا بشود ورود به بهشت برزخی خودش پیدا می کند حسین ابن علی. حالا سوال اینجاست که یا ابا عبدالله چرا شما حاضر شدی لقاء الله رو به تأخیر بیندازی؟ به چه جهت شما حاضر شدی تلخی ها و سختی ها و مصائب بیشتری رو به دل و جان بخری و این لقاء الله رو به تأخیر بیندازی؟ او هم شما داری فرصت میخواهی مهلت میطلبی از انسانهای حیوان صفتی مثل سپاه کوفه، دست طرف اینا دراز میکنی؟ عباست رو میفرستی که برو برادر امشب رو برای من وقت بگیر؟ این به خاطر چیست؟ چرا امام حسین ابتدا لقاء الله رو به تأخیر بیندازد، حاضر شود جام شهادت رو 20 و چند ساعت با تأخیر سرکشد و سختی ها و تلخی های بیشتری رو به جان و دل خیش تحمل کند؟ یک شخصی بود آمد محضر امیر المؤمنین سلام الله علیه، اسمش حمام است، با هی دو چشم، یه انسان اهل زهد و تقوا، یه انسانی که حقیقتا عبادت در صحنه زندگی اون به تصویر کشیده شده بود. کسی نبود که حرف بزنه عمل نکنه، کسی نبود که شعار بدهد اما گفت شعر میگویم و معناز خدا میطلبم، اینطور نبود، میگفت عملم میکرد. یکی از مشکلاتی که در ما هست اینه که ادعا میکنیم اهل عمل نیستیم، حرف میزنیم اما
نوبت عمل میرسد که عشق آسان نمود اول، ولی افتاده مشکل ها اینطور نباشد. حمام آمد پیش امیرالمؤمنین علیه السلام و عرضه داشت یا ابوالحسن سفلی المتقین، آجان خواهشم از شما اینه، ازت درخواست میکنم انسانهای پارسا رو برای من توصیف کنی. به یک شکلی هم بوده باشد که در رشته سخن تمام جزر و مد زندگی اونها رو به تصویر کشی، تمام زیر و بم زندگی اونها در مقابل چشمان من به نمایش گذاشته شود، به شکلی که حتی انظر انی احد منهم، آجان که ان منم یکی از همونها بوده باشم، نگاه به اونها میکنم زندگی خودم رو درست کنم. امیرالمؤمنین یک جواب مختصر بهش دادن که یا حمام اتق الله و احسن، ان الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون. امام فرمودن در زندگی اهل احسان باش، اهل انجام کار خیر باش، در زندگی سعی کن مشکلات زندگی مردم را حل کنی، گره از کار مردم برداری، نه که گره به زندگی اونها ایجاد کنی. این اولا. ثانیا، حد و مرز الهی رو نگه دار، مرزبان باش. دیدید در نقطه صفر مرزی در هر کشوری که بوده باشد مقداری سرباز محافظت از این مرز رو بر عهده میگیرن، اونا مرزبانن. امیرالمؤمنین فرمودن در زندگی هم خیرت به دیگران برسد، احسان بنما، در کنارش مرزبان و حدود الهی باش. یعنی تقوا. اتق الله و احسن، ان الله يحب الذين اتقوا والذين هم محسنون. آدم خوبه در چند جا اهل قناعت نباشه، قناعت به درد نمیخوره در چند جا. یکی در زمینه کارهای خیر، در زمینه کسب علم و معرفت به ما گفتن اهل قناعت نباشید. اگر میخواهی علمی به دست بیاوری، اگر میخواهی معرفتی در تو شعله بکشد، آجان با تمام وجود خودت جلو برو. اگر به یک سطحی از علم و درک و دانایی و آگاهی دست پیدا کردی، بگی همین مقدار بس منه، دیگه نمیخوام بفهمم، بدان که زنگ خطر سقوط خودت رو به صدا در آوردی. حمام از همین افراد بود که در حیطه علم و علم آموزی اهل بفرمایید قناعت نبود. امیرالمؤمنین که این سخن اجمالی رو بهش فرمودن گفت یا ابوالحسن دست از طلب ندارم تا کام دل بناید، یا جان رسد به جانان یا جان زتن براید. گفت بعد سالی معذر شما سوالی پرسیدم با دو کلمه که تو رو رها نمیکنم، باید بیشتر توضیح بدید. امیرالمؤمنین سلام الله علیه دیدن نه، این طرف خریدارشه، اگر بگن تحویل میگیره. شروع کردن یک خطبه غرایی رو در وصف انسانهای متقی بیان کردن، از جمله همین فقره. فرمودن حمام، متقین یک کسانی هستند که اگر نبود اون عجل الهی که بنای اونها مقدر و معین شده بود، لما تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین شوقن الى رؤیته. اگر نبود که خدا براشون مقرر کرده آقا تو 60 سال باید عمر کنی، تو 70 سال باید زندگی کنی، سهم تو از هستی 50 ساله، تا 50 سال رو تکمیل نکنی از دنیا نخواهی رفت. خب اینو خدا مقدر کرده، یه عجلی خدا براشون در نظر گرفته. آمی فرمان اگر نبود عجل تقدیر شده الهی، حتی لحظه این پرنده روحشان در قفس تنشان جای نمی گرفت. چرا؟ چرا مرغ باغ ملکوتم نیم از عالم خاک، چند روزی قفسی ساخته اند از بدنم؟ علتش اینه که اینا دوست دارن زودتر به خدا برسن. شوق و بفرمایید شور وصال به حق و درک لقاء الله اونها رو بران میتارد که هر لحظه تقاضا کنند که زودتر این جان آنیت، این جان آریت که به حافظ سپرد دوست، روزی ببینم و تسلیم وی کنم. ایطورن
خب حالا با همین سوالی که مطرح شد، یا ابا عبدالله، شما که اوج انسانهای پرستش کننده خدا هستی، چرا حاضر شدی این لقاء الله رو 24 ساعت به تأخیر بیندازی؟ خب عصر امروز شهید میشدی تمام بود دیگه، این سختی ها و تلخی ها رو هم به جان و دل نمیخواست تحمل کنی، لقاء الله رو هم به تأخیر نمیانداختی. حرف داره عزیزان، پیام داره، نکته داره، یک کاری که امام حسین علیه السلام میکند. از زوایای مختلفی به این سوال میشود انسان بپردازد که چرا امام حسین تاسوعا رو تبدیل به عاشورا کرد، چرا نهم رو تبدیل به دهم کرد، شهادت خود رو به یک روز به تأخیر انداخت، یک روز فرصت گرفت. بنده به هیچ کدام از این زوایا نخواهم پرداخت، فقط از افق کلام خود سید الشهدا بحث رو محضر عزیزان به پیش خواهم برد. ببینیم از دیدگاه حسین ابن علی چرایی و فلسفه ای کار چیست؟ چرا امام حسین حاضر شد امشب رو مهلت بگیره؟ عباس رو فرستاد گفت برادر به نفسی ان ان استطعت ان تؤخرهم الغدات، اگر می شود امشب رو برای حسین وقت بگیر، این سپاه من امشب رو درک کنن. چرا؟ امام فرمودن به خاطر اینکه دوست دارم 3 عمل رو امشب انجام بدم. بزرگوانان دقت کنید، این 3 کاری که امشب امام حسین علیه السلام انجام میدهد، از ابتدای زندگی خودش حسین اهل این 3 عمل بوده است. این 3 کار در زندگی حسین نمایان بوده است که در واپسین لحظات عمر خودش باز رخصت میطلبد این کار رو بیاد انجام بده، این درخواست رو مطرح کنه. 3 عمل امام حسین رو برانداشت که از سپاه عمر سعد وقت بگیره امشب رو. اول امام فرمودن اولین کاری که دوست دارم در این آخرین شب از عمر خودم انجام بدم، این شب قدر حسین ابن علی در شب عاشورا حسین علیه السلام انجام بده، اولین عمل اینه که انی احب الصلاه، دوست دارم نماز بخوانم. ببینید امام حسین یک عمر سر سجاده بندگی ایستاده است، یک عمر در دامن محراب به سجده نشسته است، یک عمر بفرمایید در مقابل عظمت خدا امام حسین علیه السلام تعظیم کرده است، اما این شب آخر میخواد به ما بگه ای جوان آنقدر ارزش داند، آنقدر اهمیت داند که انسان برای نجوا کردن و راز و نیاز و پرستش واقعی خدا این حیات خودش رو یک روز به تأخیر بیاندازد، اگرچه که لقاء الله بوده باشد، اگرچه که این حسین می شود السلام علی اسیر الکروبات و قتیل العبرات، این همه سختی رو به جان و دل تحمل می کند، اما برادر من، خواهر من، مادر من، حسین میخواهد در این شب آخر عمر خودش یکی از بزرگترین درس های زندگی رو به من و تو بده. و درس اینه که ای مسلمان به نماز خودت اهمیت بده. نماز به عنوان ستون دین اسلام است. یه عده‌ای آمدن پیش پیغمبر گفتن ما قصد تشرف به دین اسلام رو داریم، جمعیت انبوهی هم هستیم، ما که مسلمان بشویم اسلام و دین تو و کیش و آیین تو قوت میپذیرد. آن پیغمبر استقبال کرد. بعد از این که قسمتی از دستورات و تعالیم اسلامی رو پیغمبر بر اینها ارزانی میدارد، گفتن همه اینها رو قبول داریم، ما مجموعه عبادت هایی که منظومه دینی تو ما رو بدان میخواند و دعوت میکند همه رو قبول کردیم، اما یا رسول الله مسلمان میشیم، شهادتین بر زبان میرانیم، اما به شرط این که این نماز رو از دین حذف کنیم. هر کار بگی میکنیم، اما این نمازی که میگویی به درد ما نمیخوره، حاضر نیستیم نماز بخوانیم. ببینید پیغمبر دنبال این است که در کجا یک نفر رو پیدا کنه، این خورشید اسلام رو از افق وجود اون طلوع ببخشد. حالا یک نفر، نه یک قبیله، نه یک قبیله کم جمعیت، انبوه از جمعیت داشتن این قبیله، آمدن گفتن ما حاضریم مسلمان بشیم، اما تمام عبادت های دین تو رو قبول میکنیم سوای نماز،
جدای نماز. نمازو کنار بزن دیگه، در بس هر چی بگویی تسلیمیم. آ پیغمبر اسلام دنبال مسلمان کردن یک نفره، به تعبیر منت یک نفر رو هم میکشه که مسلمان بشه. اما این جمعیت با این دیدگاه و این انتظار که آمدن، پیغمبر فرمودن لا خیر فی دین لا صلات فیها. این دینی که تو بخواهی اما جدای نماز به درد نمیخوره. آ پیغمبر داره به منم میگه اگر اسمت مسلمانه، اگر پدرت مسلمانه، اگر اسم مثلا اسلامی بنا خودت و فرزندت و زن و بچت انتخاب کردی اما نماز در زندگی تو دیده نمیشود، این مسلمانی به درد نمیخوره. فرق من با دیگران چیست؟ نماز عاملی است برای این که کبر را از وجود انسان دور کند. صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها وقتی که داره فلسفه احکام رو، تشریع احکام رو بیان میکنه، بعد میفرماید و الصلاه تنزیها عن الکبر، خدا چرا آمده است نماز رو بر من و شما فرض کرده؟ تو برو وضو بگیر، بعد بیا بیست، کسی رو هم نمیبینی، چیزی هم مقابلت نیست، الله اکبر یک جملاتی بگو، این جملات که تمام شو خم شو باز ذکری بگو، باز خودتو بنداز زمین، برترین و بالاترین قسمت وجودت رو بر زمین بمال، نه یک بار، دو بار باز این کار رو انجام بدی، یک بار، دو بار، سه بار. خب یعنی چی؟ چرا این کار رو بکنی؟ بی فاطمه میگه اگر خدا نماز رو بر من و شما مسلمان ها فرض کرده، به خاطر اینه که این کبر و غرور و نخوت رو از ما بگیرد. انسانی که حاضر باشد در مقابل خدا سجده کند، عظمت و بزرگی او رو اقرار و اعتراف کنه، دیگه حاضر نیست بگه انا ربکم الاعلا. فرعون ها در طول تاریخ که حاضر نشدن پیامبری رسولان الهی رو قبول کنن، به خاطر این است که کبر و غرور مانع شد. حالا نماز کاری که میکنه اینه که این بت کبر و غرور رو در وجود انسان پودر میکنه. در وجود من و شما و تمام انسانها یه آفتی است به نام غفلت. آدم غافل میشه. غفلت یعنی چی؟ یعنی یه چیزی در وجود من و شما هست اما خودمون نمیفهمیم، هست اما توجه به او نداریم. همین منبری که هست، بارها و بارها شما این منبر رو دیدید، بنده و سایر بفرمایید مبلغین بر بلندای این منبر نشستیم، احادیث نبوی، آیات قرآن رو بر عزیزان مطرح کردیم، اما 10 دقیقه 20 دقیقه قبل بنده آمدم بالا. اگر از من سوال کنم خب جناب شیخ تو که آمدی بالای منبر نشستی، این منبر چند تا پله داشته؟ باور میکنید بنده نمیدانم؟ مگه که نگاه کنم 1، 2، 3، 4، 5، 6 تا. اگر نگاه کنم بله، این علم و معرفت در من ایجاد میشود، اما همین پله ها رو که بنده آمدم بالا 20 دقیقه بعدم میام پایین، زیر پای من است اما بهش توجه ندارم. این غفلته. غفلت امان است که اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. حساب و کتاب قیامت لحظه به لحظه داره خودش رو به ما نزدیک میکنه، اما متاسفانه گلگ اجل یکایک از این گله میبرد. وین گله را ببین که چه غافل همی چرن. پدرش از دنیا رفت، مادرش مرد، بنادنش تصادف کرد از دنیا رفت، همسرش بفرمایید سرطان گرفت، بانگی برآمد، خواجه مرد. یکی یکی اینا رو بنده دفن کردم، اما همچی که از حصار آرمستان و ادیره ها دور می شدم که انه دیگه مرگ فقط برای همینا بوده. یعنی غفلت. حالا چیکار کنیم که این غفلت از ما دور بشه؟ امام باقر سلام الله علیه، خوب گوش کنید خواهران گرامی، برادران بزرگوار، حضور ما در جلسات عزای حسین ابن علی باید اثر داشته باشه، عزاداری های ما باید جهدهی داشته باشد در زندگی های ما. امام باقر سلام الله علیه این حدیث رو در شب شهادت امام حسین علیه السلام معذر شما عرض میکنم، فرمودن اگر میخواهید که دیو غفلت کمترین صدمه رو به شما نزند، اگر میخواهید
این غفلت از کشور و اقلیم وجود شما رخت بربندد، یه راهش این است که ایما مؤمن حافظ على الصلوات المفروضات لم یکتب من الغافلین. آجان او انسانی که 5 نوبت از مناره پرخروش نام احمد با احد آید به گوش، از آن رو میشنود، موضوع میسازد، به نماز بست قامت که نهد به عرش پارا، نماز میخوانه، 5 نوبت نماز میخواند. امام باقر فرمودن این انسانی که محافظت بر نماز میکنه دیگه غفلت در وجودش نمیکنه، دور میشه از انسان. اگر اهل نماز نباشیم این غفلت در وجودم خانه میکنه، بعد کار به جایی میرسه با اینکه بنده چشم دارم اما قرآن میگه هیچ جا رو نمیبینی، گوش دارم اما چیزی به گوش من نمیرسه، دل و جان دارم اما چیزی رو درک و دریافت نمی کنم، که لهم قلوب لا یفقهون بها، دل داره نمیفهمه، و لهم اعین لا یبصرون بها، یک چشمای درشتی خدا بهش داده عینشی داره حرکت میکنه اما با تمام این زیبایی این چشمانش که حالا هیچی رو نمیتواند ببیند، و لهم آذان لا یسمعون بها، گوشم داره چیزی به گوشش نمیرسه. چرا؟ اولئک هم الغافلون. آخه ویروس غفلت وجود من رو تخریب کرده است. ابزار فهم هست اما چون آفت غفلت وجود دارد بنده چیزی رو نمیفهمم. سید الشهدا در قیام کربلا میخواد به من و شما بفرماید ای مسلمان، ای مؤمن، ای عزادار، ای سین زن حسین، زمانی شما می توانید از غفلت دور شوید که اهل نماز باشید. فردا ظهر یه شخصی از اصحاب امام حسین به نام ابو سمامه ساعدی آمد پیش امام حسین عرضه داشت یا ابن رسول الله حان وقت الصلاة، آجان جانم به قربانت به گمانم وقت اول نمازه. امام حسین نگفت بچه جان برو دنبال کار جنگ جهاد تیر شمشیر نیزه است، طرفش ناکرد گفت ذکرت الصلات جعلک الله من المسلین، خدا خیرت بده وقت نماز رو برام تذکر دادی، در دنیا و آخرت جزء نماز گزاران واقعی باشی. ناکنی؟ وسط میدان امام حسین نماز میخواند، نرفت داخل خیمه ها بگی اینجا امنیتش بیشتره همینجا راحت نمازم رو بخوانم، دو رکعت نماز که بیشتر نبود. امام آمد وسط میدان علی اکبر رو گفت علی جان بلند شو بابا آخرین اذان عمرت رو برای من بگو. علی اکبر اذان میگوید، امام حسین نماز فرادا هم نمیخواند، اصحاب آمدن پشت سر امام حسین اقتدا میکنن. اینا به خاطر چیه؟ به خاطر اینکه نماز رو در زندگی من و شما پای او رو باز کنه. نشه من عزادار حسین باشم اما از خواندن نماز مثلا شانه خالی کنم. نشود در جلسات مذهبی حضور داشته باشیم اما وقت نماز خواندن متاسفانه خود رو به کارهای دیگر مشغول کنیم. اصل نماز است. آ رسول الله فرمودن فردای قیامتم وقتی که قرار است حساب و کتاب بکنن با انسانهای اهل محشر، اول نگاه به نمازشون میکنن نه روزه اونها رو بررسی کنن، اول نماز بنده رو نگاه میکنن نمیگن اهل منبر و خطابه بودی، اول نماز بنده رو میبینن نمیگن تو در فلان دانشگاه و حوزه تدریس میکردی، اول نماز رو نگاه میکنن نمیگن تو سینه زن حسین بودی، برای حسین عشق گرفتی، برای حسین عشق گرفتی، اول نماز. اگه نماز انسان درست بود بعد میگن خب بسم الله بیا سایر اعمالت رو هم باید بس میکنیم، ولا نمازم تخریب بشه سایر کارها رو هم اصلا نگاه نمیکنن. اول ما یحاسب به العبد یوم القیامه الصلاة، فإن قبل قبل ما سواها و این ردت رد ما سواها. نماز آدم که زمین بخونه سایر اعمالها هم بی تأثیر است، بی خاصیت. مداومت بر نمازمون داشته باشیم. جان عالم به قربانش. زینب کبری راوی امام سجاد است.
امام سجاد سلام الله علیه می فرماد مثل فردا شب، سخت‌ترین و تلخ‌ترین شب در میان ایام عمر اهل بیت علیهم السلام، شام غریبان ابی عبدالله. نه یک نفر، آ پیغمبر یک نفر بود از دنیا رفت، امیر المؤمنین یک نفر بود شهید شد، امام مجتبی صدیقه طاهره، اما امام حسین علیه السلام که به شهادت میرسه طفل شیرخوار هم داشت، علی اکبر هم داد، صاحب علم هم به زمین افتاد، 72 شهید در عاشورا به شهادت رسیدن. حالا کسانی هم که باقی ماندن، خب کسی نیست سایه بر سرشون بیفکنه. امام میفرمان عمه جانم زینب کبرا این همه غم و مشکل رو دیده است، این همه ماتم به دل زینب نشسته است. نیمه شب شد، این بچه ها رو از دامن صحرا جمع میکنه، عشق میریزن، گریه میکنن، یکی میگه پام پر خانه، یکی میگه موامو کشیدن، یکی معجر رو میگه ازم بردن، یکی میگه دامنم رو به آتش کشیدن. همه یه یتیمان ابی عبدالله الحسین رو زینب آرام میکنه. امام سجاد میفهمند یک زمانی دیدم که ام جانم زینب نیمه شب شروع کرد نماز شب خواندن. نماز شب، نه نماز واجب، نماز شب، نماز مستحبی میخواند. و این همون نمازی است که امام حسین وقت خداحافظی کردن از زینب خواست که خواهر جان التماس دعا دارم در نماز شب، اذکرنی فی صلاتک، در نماز حسین رو هم دعا کنی. این نماز است. حالا بنده تمام خوبی ها رو داشته باشم، نماز در زندگی من نبوده باشد، عز و قرب و ارزش و جایگاهی پیش خدا و پیغمبر ندارم. اما اگر اهل نماز بودیم، آنچه خوبان همه دارن تو تنها داری. این روایت رو گوش کنید، برم قسمت دوم رو بحث کنم. یه زمانی بی فاطمه زهرا آمدن پیش پدرشون رسول الله حضرت محمد مصطفی، سوال کردن پدر جان زنی باشه مردی باشه به نماز خودش اهمیت نده، ما جزاء من تهاون به امر صلاته من الرجال و النساء. پدر جان مرد و زنی باشن، اسمش هم مسلمان است، اسمش هم پیرو و مکتب اهل بیت، اما نماز خیلی پیشش عزیز نیست، نماز خیلی براش مهم نیست، چی کار میشه؟ جزاش چیه؟ خدا با یه افراد چه کار میکنه؟ پیغمبر فرمودن 15 تا گرفتاری براش پیش میاد. چند تا در دنیاست، چند تا لحظه مرگ است، چند تا وقتی که او رو به قبر میسپانن، چند تا بفرمای وقتی که از قبر دوباره زنده میشود. از جمله آ رسول الله فرمودن در زندگی دنیایی اگه من مسلمان باشم به نمازم اهمیت ندم. امام فرمودن که نزع الله البرکت عن ماله و عن عمره، نه عمرم برکت داره نه مالم برکت داره. برکت الزامن به معنای پول فراوان نیست، برکت الزامن به معنای 70-80-90 سال عمر کردن نیست. گاه عمرش کمه، اما در عمر کم خودش چقدر کارهای خیری انجام داده. گاه ثروت سرشار آنچنانی نداند، اما از همین ثروت اندک خودش میتواند مسجد بسازد، در کار خیر استفاده میکنه، این میشود برکت. آ پیغمبر فرمودن فاطمه جان کسی که اهل نماز نباشد، نماز بخونه، محرم بخواند، از شمشیر بران و حسین، از تیغ برهنه عباس بترسه، نماز بخونه. آ محرم رفت، سفر تمام شد، رمضان گذشت، دیگه نمازم تمام بشه؟ نه، فرمودن برکت از مال و عمرش گرفته میشه، عمرش بی برکته. جوانان دنیا میخواهید، به نمازمون اهمیت بدیم. آخرت میخواهیم، به نمازمون اهمیت بدیم. دوم، امام فرمودن کار اول این که امشب نماز بخوانم، دوم این که امام فرمودن که ندعوه، مناجات با خدا داشته باشم، دست طرف درگاه بینیاز خدا بردارم. ناکنید یه حدیثی است امام باقر میفهمد دست پیش هر کسی که دراز بکنی بی آبرو میشی، از هر کسی چیزی بخواهی امروز به روی تو نیاورد فرداها به روی تو خواهد کشید.
اما اگر دستت رو به جای این که افقی دراز کنی پیش خلق الله که دست طلب چو پیش کسان میکنی دراز، پل بسته ای که بگذری از آبروی خیش، این دست رو ایطوری دراز نکنی، ایطوری دراز کنی. امام میفرماید نه تنها بی عزت و آبرو نمیشی که خودتو رو انسان وجیه و آبرومندی هم میکنه. چیکار کنیم؟ دعا کنیم، بخواهیم، خواستن از خدا. امام میفرماید ما من شیء احب الی الله من ان یسأل، هیچی پیش خدا مهمتر از این نیست که ازش بخوان. امام فرمودن امشب میخواهم خواسته و نیایش و راز و نیاز با معبود خودم داشته باشم. قرآن میگه اگر میخواهید زیر چتر حمایت خدا بوده باشید، اهل دعا باشید. قل ما یعبأ بكم ربی لولا دعاؤکم. این مورد دوم. آخرین مورد، امام میفرمان که و نستغفرو، استغفار کنن. حسین انسان پاک و معصومی است. در تمام درازای عمر خودش حسین لحظه هم فکر گناه نکرده است، نه که ارتکاب گناه بکند، تصور انجام گناه هم در مخیله او راه ندارد. حسین کسی است که مطهرون نقیات ثيابهم تجر الصلاه عليهم اينما ذكروا من لم يكن علويا حين يبتسم فما له من عظيم الدهر مفتقن فالله لما بدا الخلق فاتقنه صفاكم وارتضاكم ايها العلم فانتم الملأ الاعلى وعندكم ما جاءت به الانبياء والرسل. حسین معصوم است، اما ای که امام حسین علیه السلام میگه میخوام استغفار کنم، یک سر قضیه ارتباط با من دارد که ای عزادار من، تو که انسان معصومی نیستی، گذشته تو پاک و صاف نیست، اما میشود پاک بشه، میشود از خطاهایی که کردی خدا صرف نظر کند. اگر بگویی لنگر حلم تو ای کشتی امید کجاست که در این بحر کرم غرق گناه آمده هم، خدا گناهانت رو میبخشد. یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت الله ان الله یغفر الذنوب جمیعا. این سه تا عملی است که امام حسین علیه السلام امشب داره فریاد میکنه به من و تو، اینا رو داره به گوش من و شما میرساند که زندگی توی مسلمان خالی از نماز نباشد. در سفره معنوی شما حتما حتما دعا گنجانده شود و ای انسان مؤمن و ای عزادار، عشق ریزه بر حسین، اهل استغفار، توبه و انابه و توجه به ذات احدیت بوده باش. امام میفرمان من نماز رو دوست دارم، من قرآن رو دوست دارم و من مناجات با خدا رو بسیار در زندگی خودم میطلبم. امشب نقل میکنن وقتی که از کنار اردوگاه امام حسین علیه السلام عبور میکردن، صدای مناجات از خیمگاه حسین و از خواب او به گوش میرسید که لهم دویون که دوی نحل ما بین قائم و قائد و راکعین و ساجد. وقتی که از کنار خیمه اونها عبور میکردی، عینی که انسان از کنار کندوی زنبور عسل عبور میکنه، دیدی چی صدایی داره؟ از خواب حسین هم این زمزمه ها رو در درون خیمه های خودشان داشتن. عده‌ای به نماز ایستاده بودن، عده‌ای نشسته بودن، عده‌ای سجده میکردن و بعضی هم در رکوع بودن. از اصحاب امام حسین میگه شب از نیمه گذشته بود، در بیرون خیمه ها نگاه میکردم به لشکر دشمن، نگاه میکردم به دامن آسمان و ستاره هایی که آسمان رو زینت داده بودن. یه زمانی دیدم که یه تاریکی سیاهی نزدیک و نزدیکتر، گفتم کیستی؟ منو شناخت، من رو به حزب صدا زد که ناف ابن هلال تو هستی؟ جلوتر آمد دیدم مولام حسین. عرض داشتم بله آقا جان. فرمودن اگر میخواهی بری برو، تاریک از کسی هم نیست، فردا بمانی میکشنه.
میگه عشق جاری شد، خود رو بر قدمهای مبارک حسین افکندم که آجان بین این همه انسان گرگ صفت توی فرزند پیغمبر رو تنها رها کنم؟ این جان ناقابل به چه کارم آید؟ هزار بار بمیرم و زنده شوم، دوست دارم جانم رو در رکاب شما تقدیم کنم. امام حسین علیه السلام میگه حرفها رو که زدن، بعد در کنارش گاه حسین زمین رو میدید، خم میشدید، چیزهایی رو از رو زمین بر میداشت. نگاه کردم دیدم خارها ایست که حسین از بیابان کربلا بر میچیند، خانهای مقیلانی که در اطراف خیمه ها بود رو مقداری حسین جمع میکنه. آقا اینا به خاطر چیز؟ چرا اینا رو جمع میکنی؟ فرمودن میبینم که مثل عصر فردا که خیمه های ما رو آتش میزنن، این اطفال و کودکان یتیم ما مجبور میشوند برای حفظ جان خیش پا به فرار بکشایند. این خارها پاهای کوچک اونها رو آزار ندهد. حسین ابن علی علیه السلام این کار رو انجام میده. میگه بعد امام رفتن وارد خیمه خواهر شدن، شروع کرد زینب و حسین با هم به صحبت نشستن. بی بی فرمودن برادر جان، آیا از ماندن اصحاب خودت اعتماد داری؟ یقین داری که اینها تو رو تنها نمیگذارن؟ آه فرمودن اینها میمانن، در جاهای متعدد اینها رو امتحان و آزمایش کردم. نافع میگه این حرف زینب رو که شنیدم پاره های جگرم از بین رفت، که خدایا دختر علی ایمان به ماندن ما ندارد، باور نمی کند که ما این سینه های خودمون رو در مقابل تیرهای کینه دشمنان قرار دهیم و از حسین و فاطمه مراقبت کنیم. میگه خواهر و برادر با هم صحبت میکردم، من خود رو به حبیب رساندم، به مسلم ابن اوسجه رساندم، ماجرا رو در میان گذاشتم. حبیب بزرگ سپاهی، مسلم پیرمرد سپاهی، اما بدان که دل زینب قرار و آرامش نداند. بیم این رو داند که وقتی که خورشید عاشورا طلوع کنه، ما به سان نامردمان کوفی که حسین رو دعوت کردن اما از حمایت او شانه خالی کردن، ما هم حسین رو تنها بگذاریم. مسلم بلند می شود، حبیب بلند می شود، همه یک پارچه حاضر می شوند که جان خود رو فدای حسین علیه السلام کنن. آمدم پشت خیمه زینب، حبیب صدای خود رو به فریاد بلند میکند و بعد از عزم راسخ خیش و سایر اصحاب به بی بی زینب آگاهی میدهد که ما شمشیرهای خود رو بر زمین نمیگذاریم مگر این که سینه دشمنان شما رو بده، تا پای جان از شما مراقبت و محافظت میکنیم. بی بی زینب از خیمه بیرون آمد به تعد دستور امام حسین. اعتماد و اطمینان رو که شنید رو باور داشت زینب کبرا. ناکنید امشب زینب کبرا در کنار حسین هست اما دلش آرام نیست، عباس دار زینب اما دل زینب آرام نیست. نشه فردا اینها حسین رو حمایت نکنن اما بمیرم، برا مثل فردا شب زینب تمام این سربازهای با وفای که حسین ابن علی گفت فوالله لم ارى اصحابا ابر و اوفا من اصحابی، به خدا جدم رسول الله عین صحابی ها رو نداشت، بابام علی اینقدر یاران با وفا نداشت، برادرم حسن مجتبی نداشت، اما این همه یار با وفا نصیب من شده است. خب این همه هستند، دل زینب پریشان است، اما امان از دل زینب برای فردا. فردا دیگه زینب چه ها به دل زینب بوده باشه. امشب همه کنار همه، سایه خورشید عاشورا، حسین ابن علی علیه السلام هم بر سر عاشورایان هست، همه کنار همه. اما اگر مثل فردایی رو انسان ببیند، ببینه که این گلها یک به یک پرپر شدن، به زمین افتادن و ناله غربت و بی کسی و تنهایی و حسین به گوش مردمان میرسد که هل من ناصر ینصرنی؟ هل من مغیث یغیثنی؟ هل من ذاب یذب عن حرم رسول الله؟ خیلی سخت.
برای ابی عبدالله الحسین و از خواب با وفای او. شب عاشوراست، سلام محضر حضرتش تقدیم کنیم. امیدواریم که خدا به حق ابی عبدالله الحسین علیه السلام این سلام ما رو بپذیره و من و شما رو به مهمان صحنه با صفای حضرتش در کربلای معلم بگرداند. السلام علیک یا ابا عبدالله و على الارواح التي حلت بفناء عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن وعلى أولاد الحسين وعلى امشب کنار یک دگر امشب کنار یک دگر بنشست آل مصطفی فردا پریشان جمعشان چون قلب زهرا می شود امشب اگر بر پا این خیمه شانشه فردا به دست اشقیا برکن که از جا می شود همه بودن کنار زینب پروانه وار دور حریم اهل بیت می گردیدن امشب زینب نگاه می کنه عباس دانه علی اکبر دانه عبدالله و اول و جعفر دانه اما بمیرم فردا یکی یکی اینا مقابل دیدگان زینب پر پر میشن او زمانی که ابی عبدالله آمد با اهل حرم خداحافظی کرد فرمود یا سکینه یا رباب یا ام کلثوم یا زینه علی من کل السلام یعنی منم رفتم شما رو به خدا می سپارم دور ابی عبدالله حلق زدن هر کسی یه چیزی میگه نازدانه گفت بابا ردنا الی حرم جدنا میشه ما رو برم جدمون پیغمبر برگردون
از همه خدا حافظی که یه زمانی ببینن زینب کبراز داره حسینش رو صدا میزنه محلن محلا یبن الزمان این کرده تر که جام و سر آغزده تر آغزده تر ببین زینب عرضت آج و زنجان وصیت مادرم بود گفت زینب کربلا نیستم زینب دیان تو به جای من زیر گلوی حسینم رو ببوسی لباس کهنه بنا حسینش داد به نیابت مادر گلوی حسین و بوزه زد لباس کهنه بتن کرد وارد میدان شد اما یه زمانی دیدن صدای شیعه زل جماعه همه از خیمه ها بیرون دویدند ولی سالار زینب را ندیدند دون از جمع شدند یکی میگفت فرز مولای من یکی میگفت من از آقای من کن سکین اومد دست به گردن ای عزب گفت ای عزب بابا من که میدونم دیگه بی پدر شدم بابام رو کشتم اما یا جواد و عبی از شقی عبی هم قتلت شد بگو ببینم آیا پدرم رو آب دادم یا نه سکین جا بین دو تا نعره بابای قنی بدون تشنه لب سر بودیده صلی الله علیکم یا اهل بیت نبوة اما یجیبون اما یجیبون مضطر اذا دعا أمن يجيب المضطر الدعاء بمولانا أبي عبد الله استجب دعواتنا يا الله تأجیل در فرج مولایم المرحمت بفرما سلام عرض ارادت ما محضرش ابلاغ گردان تسلیت و تعزیت ما رو محضر حضرتش ابلاغ بگردان خدایا ما رو مشمول دعاهای خیر امام زمان قرار بده توفیق زیارت خانه خودت قبر حبیبت قبور ائمه علیهم السلام توأم با معرفت نصیب و ارزانی همه ما بدان به خون ابی عبدالله الحسین علیه السلام مریضان و مؤمنین منظورین ملتمسین دعا مریض و مریضی که مد نظر هستند لباس عافیت بپوشان با
به خون سالان شهیدان ابی عبدالله الحسین اصحاب با وفای او به علمدار العباس به دست های قلم شده او خدایا امنیت و آرامش در تمام کشورها خصوصا در کشور عزیز ما افغانستان پهن و منتشر بگردان عواقب و امور همه ما رو ختم به خیر بفرما به نبی و آله الفاتحه مع السلامات.